سلام دوستای عزیز و هموطنان گرامی، السلام علیکم. خدا کنه جور و صحتمند و سر حال باشین با فامیلای محترمتان. دوستای عزیز، امروز قسمت شما میبینین در تصویر غذای را مد نظر داریم که اون از طرف شب باید استفاده شود. جلوگیری از چربی خون، جلوگیری از چاقی و برای صحت مفید. باید دوستای عزیز هی غذاها، همی غذا را که میخورین دوستای عزیز، باید قبل از این که شما 2 ساعت پیش از استراحتتان، پیش از این که شما استراحت بکنین، باید غذا خورده شود. اصلا قانون همی شکل است که باید 2 ساعت پیش از این که استراحت بکنین غذا گرفته شود. و غذا عموما ما و شما افغانا غذاهای ثقیله میگیریم، از طرف شب زیادتر غذاهای ثقیله است. نباید غذای ثقیل گرفته شود، باید غذاهایی که برای صحت ما مفید تمام میشه از طرف شب بگیریم. و از طرف صبح و چاشت و قدر کدام مشکلی نداره، چون در طول روز ما کار میکنیم، انرژی که میگیریم دوباره مصرف میشه. ولی از طرف شب مهم است که ما استراحت میکنیم و تمام غذای ما جای به جای میمانه در میده ما، باعث بروز بعض اختلالات میشن، مثلا چاقی، مثلا فشار خون، چربی خون. چون میده وقتی که نتونست که او را هضم بکنه طبعا دچار مشکل میشادم. به او حساب کوشش کنین از غذایی که فعلا در تصویر میبینین به شکل غذاها، از این غذا استفاده بکنین، سبک باشه. هر چیزی که بود پیش شما فعلا شما در تصویر میبینین که ما فعلا غذایی که داریم زردک هست، گلپی هست، گلپی سبز هست، کرم هست، فاصلیه هست و همچنان پیاز، نوش پیاز است. نوش پیاز داریم ما، در این قسمت نوش پیاز هم است، اینجا نوش پیاز است. و همچنان شما میبینین اینالا که بانجان رومی هست و پیاز تازه حلقه شده هست، زنجفیل هست، کمک بال مرغ هست. هر چیزی که باشه به خاطر لذت امی سوپ که از این جور میشه، از گوشت مرغ اگر داشتین، من این زیاد ندارم، 1-3 دانه بال مرغ بود او را من مندازم. و کمک کچالوی سرخ، دوستای عزیز کچالوی سرخ بگیرین همیشه که به ساعتتان زیاد فایده داره و هی برای کسایی که شکر داره، چربی خون داره، کچالوی سرخ هیچ نوک کدام ضرره جانبی نداره. و کاملا دکترها میگن که کسایی که شکر و چربی خون داره از کچالوی پوست سرخ استفاده بکنن. و بنان ما همیشه، چون اگر شکر باشه یا نباشه، از کچالوی پوست سرخ استفاده میکنم. پیش ازی که انسان باید مریض شوه، باید از جلوگیری بکنه از مریضی خود و بقایا بکنه خود. و همچنان نکنه که برنجی که برنج شولهی هست تر شده و این میگن برای صحت قدر مضر نیست، بسیار کمک است، من اندازم بخاطر غلظت همی سوپی که ما داریم. دوستای عزیز، ما دیگه خدا گذاشتیم و حالا میبینین که چی رو مندازیم. شما تماشا بکنین، دوستای عزیز ما دیگه خدا ماندیم و اول پیاز خدا مندازم دیگه کمک Thank you.
روغن زیتون دو سایزیز کمتر کار بگیریم و قیمت هم تمام میشه سعف آدم مهمتر از همه چیز کمتر کار بگیریم جاتر از روغن زیتون استفاده بکنیم مانمک را لغا میکنیم بخاطر ازی که نمک زیتر نرم میکنه دو سایزیز نمک خدا ما علاوه میکنم به قدر ضرورت خود ما سطح نمیمونیم شده اصلا سطح نمیمونیم شما باید سطح نمیمونیم سطح نمیمونیم شده هیچ وقت دیگه سطح نباید بکنیم بندونی رو میخورم نمیمونیم زنجفیل کشید کنید و همیشه زنجفیل کنید برای شرگی هایتون زنجفیل تازه بهترین چیزی است و همچنان بار بخار که در وجود انسانه زنجفیل تازه از بین میبرن و فایده های بسیار زیادی داره شما شاید دو داشته باشید از فایده های ازی به نام زنجفیل حتمی باید در غذایتون پاکه بلردی ها چوبی میکنید Yang lebih terendah. Bisa ini dari narok mana itu? Ini bakal terjadi ke Ezra Mawadu. Tapi dia orang ke Bulasan Mawadu itu tak kibi dia orang. میزن برم روی خاطر زیادر بخار دو شکل نمی بود شکل این خودم بسر بود آخر آخر من لازم به خاطر اونی که شکل این که بود خطا میشه مرگا به خاطر من لازم که امون گوشتی و پیاز و گنجانی کنکی که بوی که دارن کنکی نمک بیاد سپندی هست و بوی و دو با هلستان دارن بله دوستای عزیز ما یک ذره ها به زعفران انداختیم دهی میمانیم که کمی مرغ ما نرمتر شود بسیار کم میمانیم برای یک ده دقیقه میمانیم بخاطر از اینکه گوشت است دوستای عزیز هر قدر که نرم شود و هر قدر که پاش باش شود سوپتان خوبتر و مزدارتر میاید به اون خاطر ما میمانیم یک کمکی چون سبزیجات زودتر خود پخته میکنه به اون خاطر ما ایره میمانیم تا یک ذره گوشت ما نرم شود برای یک ده دقیقه دوست عزیز ده دقیقه ما تیر شد که ما گوشت مرغ ما می جوشه و حالا همی ترکاری هایی که ما داریم پیشتر نشان دادیم کلش یک دمی مخلوط میکنیم با جز از یک کچولو با جز از کچولو دیگه همه که شما مندازیم داخل دیگ خود آب زیر اضافه میکنیم
دوست عزیز شما ببینین که فایده ازی چقدر هست. همیشه کوشش کنین ازی جور کنین و داخل یخچال هم میتونین بانین. اگر روز نمیتونین داخل یخچال بانین، شبانه گرم کنین، یک روز بکنین برای شب دیگه تا هم میشه داخل یخچال بانین. دختم مرچتون هم داریم، کمک مندازیم. بعد ما ها به زیر اضافه میکنیم یکمه. شما ببینید دهی ها به اضافه میکنیم. سوپ از دوست عزیز آب عزیزتر میباشه. کوشش کنی نرم نرم شما. تنها دوست عزیز به قدر ضرورتش بردین، اگر کم بود کرد بعدن باز. من دوست عزیز در این مرچ سیاه هم پیشتر انداختم زیره و مسالجات میکس اینا را هم انداختم و حال میمانیمش جوش بخوره تا که پخته شوه و بعدن ما یک چند لحظه که جوش خورد ما برنج خودم اندازم. برنج چون یک ذره زیتر نرم میشه شوله ای است و او در پایین دیگ نچسبه و او خاطر من یک کمک یا که نرم شد من برنج خودم اندازم. سر از زیره بسته میکنیم و متوجهش میباشیم که جوش میخوره، چقدر نرمشش است، چقدر نرم شده و همیشه متوجه کارهای خود میباشیم. دوست عزیز ببینین دیگ جوش است و نیمه پخته هست و حال ما برنج خودم اندازیم. دوست عزیز میتونین شما تمام ترکاری های تانه، مثلا اگر مشکل وقت دارین وقت ندارین هر روز مشکل دارین، شما ترکاری های تانه یک روز خود زحمت بتین، روزایی که رخصت هستین یک روز خود زحمت بتین و همه ترکاری هایتان آماده بسازین و در پلاستیک بانین در داخل فریزر، تازه تازه میتونین از اونمو روزمره استفاده بکنین بدون جنجال بدون زحمت. یک روز زحمت ببینین بس. اینال یا همه نیمه پخته است، اینال ما برنج مندازیم تا که برنج ما پخته شد ترکاری های ما هم آماده میشه. ما برنج خود مندازم. شسته شده و تر شده از ما یک ساعت پیش را تر کده بودم. برنجای دبل است یا قدر نقص عوارض جانبی کمتر داره، یعنی هر روز نکنین هر روز بردین، بعضی روزا میتونین از برنج هم استفاده بکنین و میتونین نخات از نخات از لوبیا هر چیزی که هست بسیار کم کم مندازین. شما از طرف شبانه میتونین نوش جان بکنین که صبح استراحت بکنین و همیرم زیاد نخورین، کمتر بخورین که آدم خوبتر راحتتر استراحت میکنه و اگر متوجه باشین که زیاد هم بخورین خوابای نارام آدم میبینه چون میده پر میباشه، آدم در خواب نارام میشه، ثقیل است، از طرف شب خواب میکنین. بنابراین دوست عزیز هنوز کچولی خود ننداختیم، بازم من میگذارم یک چند دقیقی بجوشه، باز وقت آخر کچولی ها رو بسیار خرد ریزه ریزه کردیم، واقع توان جوش زیاده نداره. اگه شما مندازین همدلتان، نمندازین همدلتان، یعنی کاملا ترکاری هست، از طرف شب باید
از این استفاده شود. غذای ثقیل افغانا زیادتر خوشرانه نصرف شو برین میکنن و ایگپا، اما از عواقب بعدش انسان نمیفهمه که عواقب خراب داره. در جوانی و قدر تاثیر نمیکنه، اما وقتی که یک کمک مسنتر شد بدن میفهمه که ما اشتباهات کردیم. دوستای عزیز، ما موندیمش که برنج هم جوش بخوره. برنجی که داشتیم سرش بسته کردم، وقتی که دیدم او هم نمتر شد و کچولی خدا هم اندازم. دوستای عزیز، زمتنهای گرامی ببینین، سوپ ویسات پخته هست، کاملا همه چیزش حل شده. فقط میره میکشم. دوستای عزیز، زیاد مفید است. نانوی خشک ما هم انداختم. نانوی خشک انداختم و مرچ سیاه و همه چیزی که گوبین داره. دوستای عزیز، شما حالا میبینیم دوستای عزیز ببینیم کاملا آماده شد و این غذایی است که برای صحت مفید داره، و همیشه کوشش کنیم که از این غذا حتمی استفاده بکنیم به خاطر صحتتون، به خاطر چاقی و جلوگیری از چاقی و از چربی خون. و این بود آشپزی یا معلوماتی که در مورد نان از طرف شب بود و غذای شبانه. شما را به الله پاک میسپارم. روز و شام و هر لحظه‌تان خوش بگذره. وطنان عزیز، سلامتی تان آرزو میکنم. خدا حافظ ناصرتان، دوستای عزیز و دوست.